برای پردیس قراره که 30 تا تیکه مرسخوری KFC رو با هم دیگه بخوریم. وای، ولی دو تا برگر هم داریم. دو تا برگر هم داریم دیگه اینو. فرستادن. زیاده. اینو چجوری بزنیم بر بعدا؟ به نظر من مرسخوری KFC یکی از بهترین و تاپ ترین کنتاکی های کل جهانه. این سمتش اسپایسیه، این سمتش نورماله. فکر کنم برعکس گذاشته، چون میدونین که من سلطان خوردن غذاهای خورد و خوراک. آقا از دهن نیفته. آقا این سری 12 دقیقه تایمر داریم، بریم که با هم دیگه شروع کنیم. یه لحظه پاس کن، برو همین الان یه مرسخوری سفارش بده، بعد کانتنتو ببین. آقای فرهاد ایسره، این سری میخوام. عاشقان لیوان کیا مثل ما اینطوری تو لیوان گنده؟ همه نوشته بودن ما هم مثل فرهاد تو لیوان بزرگ میشاره میخوریم. هر کسی مثل من عاشق لیوانه تو کامنت ها پس لیوانو بزنه ببینم کیا تو لیوان میخورن دیگه. آروم. سلامتی عزیزم. سلامتی این مرغایی که بریم. آماده ای؟ آماده. این سری آقا 12 دقیقه. 12 تایمر دیگه به صورت معکوس شروع میشه. الان چه جوریه؟ هر چیزی بخوریم یا آیتم هست؟ هر چیزی که بخوری اینو میشه دو تا حساب کنه. ادیتور دو تا اینو هست. برگر رو دو تا حساب کن. میخوای اول بزنی اینا رو؟ ما میتونیم اینا رو نزنیم اول. آقا چه بخوری؟ 12 دقیقه از همین الان شروع میشه. بچا با این سالاد دارم بذار حرف بزنیم. آقا من عاشق این سالادام. سالاد کلم نباشه نمیتونم. کلاً با هم دیگه تازه آشنا شده بودیم، می‌خواستیم ازدواج کنیم. من رفته بودم دستور این سالاد کلما رو تو خونه‌ام خیلی درست می‌کنن، خیلی راحته. حالا بعد بهتون میگم با هر چیزی آموزشی باید بریم. 12 دقیقه. 5 4 3 2 1 وا چقدر خوشمزه است. بچه بودم واقعا عاشق گاز زدن گوشت کلا به این صورت بودم. میدونی چی میگم؟ یعنی اگر گوشت رو اینجوری گاز نمیدادم حال نمیداد. همیشه این کار میکرم. میدونی که همه بچه های کوچولو رو استخون میدن دستشون که بازی کنن یا نیست بزن. بعد مقبلی هم هست. تا حالا دیدی کسی استخون بخوره؟ خودم گازروف رو دیدم بخورم. من استخون این سریاشو خورد میکنم تو دندونام، مزه چیزی میده خیلی. مامان منم مغز استخون رو همیشه واسم درد میخورد. مغز استخون ولی تو چلو گوش خوشمزه بود. مغز استخون مرغ خیلی به نظر نمبر 1 نی. به نظرم مرسخاری از تمام آیتمایی که تا حالا گرفتی راحت تر برام خوردنش رو آره. برنده شدن توش. آیتم کوچولویه، البته اینا گنده. نه میدونی چرا؟ ولی دونه دونه است خب. چون توش نون نداره. آقا مگه من یه تیکه خوردم. من یک. بنداز هر کی بنداز اینجا میشماریم ما. موقعی که میندازی باید بشماری دیگه. یک. خب باشه آخرش هم دوباره ممکن تو تعلق. ولی اینا خیلی بزرگترن دیگه، قبول می‌کنی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا از اینا بزرگترن. با من با تو میام. خاطره خاصی داری با مرسخاری؟ جای خاصی رفته باشی تو ایران؟ آخرین باری که با هم دیگه مرسخاری خوردیم من و تو داداشت اینا بودیم با خانمشون. خب فرهاد اینا با یزه. خیلی خوش بود. اون که تو اندرز بود؟ نه، اون که بغل محل کار داداشت اینا بود. اون یادم نمیاد. آقا دو تا بهترین مرسخاری که خوردم. نه همون... خروس. خروس. آفرین. خروس تهران بچا بهترینه. خیلی خوبه. توی شهرهای دیگه رو نمیدونم. ولی مثلا اهواز هم یادم اون زمان میزبان چیز بود. گوت بود. بچا آس اهواز میزبان بود. ولی تهران خروس سه تا سس داره. عکسش رو اگه ادیتور بتونه پیدا کنه. یه سس داره، سس ماست. وای. مثلا الان یه ایرادی که داره KFC من سساشو دوست ندارم. کلا سس نداره زیاد. یه دونه برند دیگه هست. چهار تا مدل داره. هیچ کدومش خوب نبود. بر هم نگرد. سس فقط اون یکی دیگه. آقا من شد سه تا. سس فقط اون یکی برندی که اون سری خوردیم اون چی بود اسمش؟ پاپایز. آره پاپایز بود و یکی دیگه هم بود. جولیبی؟ آره جولیبی. که یه برند کانادایی فکرم. نه جولیبی کانادایی بود. خیلی سسش خوشمزه بود. فکرم کاناداییه. بچه ها بهترین مرسخاری شهرتون رو همین الان بنویسید. تو سس دوست نداری با مرسخاری؟ عشقا من خیلی برنامه ریزی شده اینا رو میزنم حقیقتم. حتی دور لبم اگه روشی نشده. پرفکت از آن. خیلی سخت و شیک غذا خوردن. و اونم جلو این همه آدم. آره.
بکنم سن هر هاش برای من با بچه ها احساس راحتی میکنم چون مطمئنم الان چند نفر همزمان با ما دارن غذا میخورن. مطمئنم غذاهای مورد علاقه شون و بچه ها چون مرسوخاری داشتن آنتاپه دیگه. مطمئنم حتی اگه الان هم غذا جلوشون نباشه یه بار دیگه اینو میگیرن دوباره همزمان با مرسوخاری میزنن. بعد مرسوخاری یه داستانی که داره، هیچ وقت مرسوخاریایی که تو خونه درست میکنیم مزه مرسوخاری بیرون نمیده، به خاطر اینکه مرسوخاری بیرون خیلی مضره. قبول داری؟ حالا اگه این پوستای روشو در نظر نگیریم که من همیشه میخورم و میگن ضرر داره، به خصوص خانوما میگن خوب نیست. خب بدون پوستش اصلا خوشمزه نیست زیاد. آره ولی اگه پوستاشو نخوردی غذای سالمی. ولی من از این بزرگام خوردم تو من الان میذارم. ببین پردیس دیگه تو مرسوخاری ببینم چیکار میکنی دیگه، قربونت برم. بچه‌ها به ایمان دارن. بابا چرا انقدر به من قُر میزنی؟ همش میگم پردیس همش از فراد میبازه، پردیس نوبه. ولی من عشقم فکر نکنم بیشتر از 5 6 تا تیکه بتونم بخورم. الان آردی 5 بخور. خب دارم یواش یواش سیر میشم. بچه ها شما رکورد مرسوخاری خوردنتون چند تا تیکه بوده؟ من تا 15 تا رو میرم. واقعا اگه این کارو بکنی که اصلا پرام میریزه. وا این گنده رو راست میگی، تو اصلا همین عقب افتادی هم من اینجا بخورم. وقتی میری سفارش میدی مرغ سوخاری همیشه بال مرغ میگیری، یعنی کتف و بال، یا مثلا همین تیکه های مرغ سوخاری رو میگیری یا اون فیله مرغ رو میگیری؟ نه خوشم نمیاد از فیله مرغ استریپس، خیلی مصنوعی به نظر میرسه. لذتش به همین استخون داشتنش، یعنی مثلا همین تیکه یه دونش اینجوری بود. ببین من تیکه های گنده گوش شده سر. من دیدم توی رستوران های اینجا بچا کره ای ها این مرغای کره ای کورین چیکن توی سس میقلتونن، حالا یا سس باربیکیو یا یه سس تون یا یه سس چیلی. من 4 تا باید میشه 5. خب هلم میکنی بازاره من رفتم بالا ببینم دوباره مکنم. نه ولی دیدم تو سس میقلتونن. خب بعد خیلی هم باحاله. من تو یه بار رفتیم کتف و بالشو خوردیم با منزنم بود و شیرین بود. وای من غذای شیرین رو نمیتونم. کره یا خیلی شیرین غذا میخورن. چرا؟ چرا؟ چجوری میشه آدم مرغ شیرین بخوره؟ من دارم یا اسپایسی باشه ولا غیر. فسنجونم من خودم بچه بودم شکری میخوردم، یعنی شیرین دوست داشتم، ولی بزرگتر که شدم خیلی ملز تر و ترشترش رو دوست دارم. کلا غذای شیرین رو نمیفهمم، فقط تون، فقط اسپایسی. خدای حال میده بچه ها. ولی تو فکر میکنی بچه ها خیلی تون میخورن؟ من سیزم کنم چون مامان باباشون شاید اجازه ندن اما تو بچه گی شما سیگم مزره زیادش اسپایسی یه ذره تون باشه. آره ولی به نینی ها ادویه نمیدن. نینی اگه من خب نینی که مخصو چند تا شدی؟ هنو تام تام نمیشه یه دونه تیکه. تو چی خوردی؟ آقا پردیس بچه ها فکر کنم توی مسابقه منو ببره. اجازه میکنم فرهاد داره از قصد به هم میبازه. مرغه تموم نمیشه. احساس میکنم این یه دام بود. نه من میخوام واقعیت برای بچه ها تعریف کنم. قبل از این مسابقه به فرهاد میفهم فرهاد من همه این مسابقه ها رو باختم. بچه ها همه شاکی هم میگن یه بارم پردیس داره تو به من بباز. خلاصه که بچه تا اینجا یه کار تبانی بوده راحت بشه. واقعا خدای شکرت من خیلی گشتم. نه ولی واقعا نه واقعا بذار ببینیم کی میبره. نمیدونم کی میبره. من جدی دارم میگم خیلی حجم سینه زیاد بود واقعا. ولی اگه بچگی نه که نوزادی بچگی باشه انسان کم فلفل زیاد بخوری خیلی واسه بدن خوبه. ولی پردیس من اصلا نمیخوردم مثلا تینیجری. ولی مثلا بخوری مثلا 14 15 فلفل که خیلی خاصیت داره. ما دیگه کل زندگی فلفل عزیزم. امروز اومدم یه دونه از ادویه رو دار بیارم دیدم پشتش ردیفی همه اون مدرک های جرمی که فرهاد منو پرن کرده بود. یه دونه چیز باید بدم موزه رو بسازم. یه بار همه رو با هم ترکیب کنیم ببینیم چی میشه. تمام آیتم هایی که وای بچه اگه موافقید یه بار همه آیتم هایی بگیرم بدم پردیس. نه دیگه همه آیتم های تون میریزیم تو هم چیپس تون پاستیل همه رو میریزیم تو میکسر بعد یه قاشق ازش بزن. حاضری؟ نه اصلا شما زرنگه همه بالا رو خورده. نه من دومین بالمه. نه من دروغ میگی. از این درستا هیچی نخوردی؟ به خدا خوردم یه دونه سینه خوردم بزرگترینش هم برداشتم با همین ترکم خیلی خوشمزه. بین KFC و بقیه مرسوخاری اینجا تو از همه بیشتر KFC دوست داری واقعا؟ من یه دونه پاپایز یه دونه جولیبیه. تو که میدونم همون جولیبیه رو دوست داری. حالا اسمش هم فکر اشتباه بگیم بچه جولیبی. حالا جولیبی جولیبی حرفی که هست پیکای گنده داره بعد یه سس بسیار تون داره با برنج میزنه. بهش میگن گریوی یه سس گریوی اسمش فکر کنم با یه دونه هم پوره سیب زمینی میذاره بعد خودشون مرغو میزنن تو پوره سیب زمینی میخورن یا تو اون سس گریوی میزنن. برنج هم میده کنارش دیگه خیلی سنگینه.
کردیم. خیلی هم آب داره. این یکم خوشتره و بیشتر. آخرین باری هم که گرفتیم بچه‌ها هر دو تیکش تموم شد تایمر. شارژ کنیم 2 دقیقه دیگه. آقا 2 دقیقه دیگه من چون جا دارم شارژ میکنم. من احساس بدی داشتم بعد از برگر، حالم بد شد. اون سنگینیه رو هنوز حس نکردم. اون نونه که برازم، نون و برنج. مثلا بچه‌ها میگن غذا ایرانی بخورید. بچه غذا ایرانی نمیشه واقعا زیاد خورد. نمیشه واقعا. من برنج رو 3-4 قاشق میخورم سیر میشم. نونم هم همینه دیگه. نون و برنج اصلا پر میکنه آدمو. آره. آقا 1 دقیقه آخر. یا ASMR برم. 3 ثانیه. تو خدا. و تایم تموم میشه. تایم تموم میشه و تمامش نکردی. حالا یه چیزی بگم، اگه تونستی اینو توی 20 ثانیه بخوری، تاجو میدی به من. تاجو میدم به تو. آره. یه دونه تاجو. دوست. 20 ثانیه آخر. خانم پردیس XJ. 16 ثانیه. 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و پردیس XJ میتونه اونو تمام کنه. اینم بزن با اختلاف منو ببر. نمیتونی؟ آقا من دیگه الان گفتی اگه آره بردی آقا بردی اشکال نداره آقا باری کرده رکورد نیستیم که. ای بابا آقا دمتون گرم. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشی. بچه‌ها خیلی چرب شد. خیلی من اصلا داره یکم فشار خونم رفته بالا. حقیقتا ادامهش شما بفرمایید عزیزم. با دوباره این کلمه دارم تیکه کلمه من شده با اختلاف. با اختلاف. نه ولی واقعا با بهترین فود چالنج بود. خیلی خوش گذشت بهم. حتما میتونیم این مرسخاری رو حالا هر جور دیگه هست تکرارش کنم. خیلی دوست داشتم. امیدوارم که شما هم تا اینجا کار لذت برده باشید و برامون بچه‌ها حتما بنویسین که بهترین مرغ‌سخاری یا کنتاکی شهرتون کجاست و اینکه رکوردتون چنده؟ طرفدارای نرمال بنویسن نرمال، طرفدارای اسپایسی بنویسن اسپایسی. ببینم تونخورامون چند نفر. برعکس گفتی. دمتون گرم. لایک کن، سابسکرایب کن، چنل تلگرام اینجا میاد. حتما جوین بدین. مرغتون باشه و ببینید دیگه. بس. تاجو نذاشتی رو سرم. این سری میخوام از اینجا نمیخوام بیارم تاجو. تاجو میخوام از اینجا بیارم. خدافظ. خدافظ. آی آی آی. دوست دارم از این کاوه بخورم. خیلی خفنه. من منتظر بودم ویدیو تمام شد. مثل دسر میمونه. برید خونه هاتون دیگه.